سلام و خوش اومدیم به یک ویدیو جدید. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه بریم یکی از کاربردی ترین دریبلا برای گلزنی و یکی از بهترین دریبلا برای مهاجما رو یاد بگیریم که بتونیم با استفاده از این دریبل هر توپ که دستتون رو تبدیل به گل کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. گرت بیل، نیمار، آگوئرو، دیبالا، مارتینز و دیگر کسایی که توی قابلیت دریبل هاشون مارسی ترن رو داشته باشن میتونن خیلی راحت این دریبل رو بزنن. همونجوری که داخل ویدیو میبینید یه سری مناطق به رنگ سبز رنگ در اومدن داخل زمین که این مناطق نشون میده که بهترین جا و ناحیه واسه زدن این دریبل کجاست. اینجا بهترین ناحیه‌هایی هستن که شما میتونید این دریبل رو بزنید و بعد از اون با استفاده از یه شوت آردو یا یه شوت مستقیم توپتون رو داخل گل کنید. یکی از دلیلاش این بود که بهتون گفتم میتونید باهاش خیلی خوب گل بسازین و مهمترین دلیلش اینه، مثل دریبل زیدانی این دریبل جوریه که شما یه لحظه پشتتون رو میکنید به بازیکن حریف و همین باعث میشه که احتمال خطا گرفتنتون خیلی بره بالا و در نتیجه شما میتونید با استفاده از گرفتن کاشته‌های خیلی زیاد از این طریق میتونید از حریف امتیاز بگیرید. برای زدن این دریبل شما باید به چند تا نکته توجه کنید. اولین نکته اینه که بازیکن حریف تقریبا باید روبروی شما باشه. دومین نکته اینه که شما باید فاصلتون تا بازیکن حریف 1 تا 2 قدم باشه. بعد از رعایت این نکات حالا بریم سراغ آموزش خود حرکت. مثلا الان من دارم با آگوئرو میدوام به سمت بازیکن حریف. الان شما باید هر دکمه ای رو که گرفتید ول کنید، آنالوگ سمت راست رو میبرید به سمت روبروی بازیکناتون و بعد از اون آنالوگ سمت چپ رو به سمت پایین میارید و در نهایت شوتتون رو میزنید. حالا از این سمت اگر با دیبالا این کارو انجام بدیم چجوری میشه؟ از این سمت هم همین جوریه، فقط یکم فرق میکنه. با دیبالا به صورت دویدن به سمت بازیکن حریف نزدیک میشیم، هر دکمه که گرفتیم رو ول میکنیم، بعد از اون آنالوگ سمت راستمون رو میبریم به سمت جلوی دیبالا و آنالوگ سمت چپمون رو میاریم به سمت داخل یا به سمت بالا میبریم و در آخر هم شوتمون رو میزنیم. پیشنهاد میکنم برای شوت زدن حتما از آردو استفاده کنید توی این مناطق که شانس گل شدن توپتون بیشتر باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک ویدیو و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. حتما نظراتتون رو در رابطه با این ویدیو بنویسید و پیشنهادتون رو برای ویدیوهای بعدی بگید. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.